میدونی آزاد کردن یه قاتل یعنی چی؟ اون قاتل نیست. تو قاضی نیستی کاویان. من مسئولیتشو قبول میکنم قربان. این فقط موقعیت تو نیست، موقعیت پلیسه. تو پروندهشو خوندی کاویان؟ همه چیز بر علیه اون آدمه. اثر انگشت، لکه های خون مقتولین روی لباس، سرقت جواهرات اون خونه. ولی اون هنوز اعتراف نکرده. از آدمی که ضریب هوشی پایینی داره چه انتظاری میشه داشت؟ گزارش پزشکی قانونی هم اینو تایید کرده. اون تعادل روانی نداره. برای همینه که من معتقدم اون نمیتونه عامل این جنایت پیچیده باشه. درسته که اون گفته قاتل عصری رو میشناسه، اما در چهره نگاری هم متناقض حرف زده. من با قاضی افضلی حرف زدم. هنوز اتهامش ثابت نشده. تا الانم دادگاه هیچ حکمی براش صادر نکرده. ما هم مثل تو دلمون نمیخواد سر بیگناهی بالای دار بره. اگر میبینی قاضی افضلی با آزادی این متهم موافقت کرده، به خاطر اینه که تو پلیس شایسته ای هستی. قربان، ما اومدیم ورامین دم خونه قاسم. بله، همون خونه پدریشه. فقط نمیدونم چرا از دیوار رفت بالا. طرف مثل دیوونه هاست. الانم داره از توی خونه صدای داد و فریاد میاد. چه دستوری میفرمایین؟ تا صبح هر رفت و آمدی رو کنترل کنید. هر اتفاق مشکوکی افتاد گزارش بدید. شب بخیر. اون قاتل نیست. تو قاضی نیستی کاویان. این فقط موقعیت تو نیست. از آدمی که ضریب هوشی پایینی داره چه انتظاری میشه داشت؟ گزارش پزشکی قانونی هم اینو تایید کرده. همه چیز بر علیه اون آدم. اثر انگشت، لکه های خون مقتولین روی لباس، سرقت جواهرات اون خونه.
تو بهتر شدی کاویا؟ من همیشه شما را قبول داشتم قربان، اما حالا فکر میکنم حتی یه آدم مشخص و معلومی مثل شما هم میتونه اشتباه کنه. به من حق بدین که نگران باشم. نباشم؟ 90% نگرانی آدم ها اتفاق نمیفته. چرا باید نگران باشیم؟ به خاطر اینکه همه شواهد علیه اون آدمه. قتل دو نفر به قصد سرقت. خب جناب سرگرد عزیز، من شم حرفه‌ای و حس انسان دوستانه شما رو درک میکنم، محترم، اما فکر نمی‌کنیم پذیرفتن مسئولیت یه دیوونه تو این شرایط ممکنه موقعیت شغلی شما رو به خطر بندازه؟ گفتم شاید گرسنه باشی. بشین. عصبی هستی؟ چطور؟ زیاد پلک میزنی. یه سوال. سخت نباشی. شما به من یاد دادین که هر کاری دلیل و انگیزه خودشو میخواد. درسته؟ میتونم بپرسم دلیل و انگیزه شما از این کار چی بوده؟ سخت شد که. یه حسه، یه باور. بعضی چیزا رو نمیشه تعریف کرد. ایمانم به من میگه که این پسر قاتل نیست. هیچ انگیزه برای قتل نداشته. انگیزه؟ میدونین با فروش اون جواهرات چه پولی گیرش میامد؟ نه، اون یه آدم روانیه، یه عقب مونده است. اون از پس همچی نقشه بر نمیاد. نه، حتی اگر پای اینقدر پول نرمیون باشه. من مطمئنم که اون قاتل نیست. باز اومد. حاجیک میگه هیچ کاری نمیکنه، همینطوری وایساده، انگار منتظر کسیه. دائما با خودش حرف میزنه، انگار از کسی یا چیزی ترسیده. شما فهمیده تعقیبش میکنیم ها؟ البته ما رو که نمیشناسه، ولی شما رو چرا؟ ممکن از شما ترسیده باشه؟ نه، منتظر کسیه که داخل کافی شاپه، قراره بره بیرون یا اینکه بیرون قراره بیاد داخل. جلوی در رو نگاه کنین جناب سرگور، هوشنگ و زنش اینا اینجا چی کار میکنن؟ با هوشنگ خان عزیز خوش اومدیم. یکم عجیب نیست؟
سلام. سلام. شما اینجا چی کار میکنی؟ شنیدم اینجا قهوه های خیلی خوبی داره. خب بفرمایید. شما که دارین چایی میکنی جناب سرگور؟ حالا وقت زیاد است، به قهوه هم میرسی. شما اینجا چی کار میکنی؟ من اغلب اوقات اینجا. حتی وقتی که عزاداری؟ چند روز با سفارت بودم، شما رو که دیدم جا خوردم، فکر کردم اومدین با من صحبت کنیم. بعد به خودم گفتم جناب سرگورد که نمیدونه من میام اینجا، یکم گیج شدم. مگه قاتل رو نگرفتیم؟ ما برای کار دیگه اینجا هستیم. اینجا مال عطابک از دوستای قدیمی و صمیمی منه. هر امری داشتیم فقط دستور بدیم. الانم مهمون منی. ممنون. با اجازه. راستی اگه پرونده مختوم است من میتونم کلید خونه عمه رو بگیرم؟ وقتش که شد خبرتون میکنیم. متشکرم. باشه باشه. دوشن خان کارم تموم شد. دوشن خان بریم. بفرم خانم ها بفرم. ناصر مواظب باش برمیگردم. نه ایمده دارم میرن. بفرم با تاجیک تماس بگیر. گوش کن تاجیک، هوشنگ عظیمی همراه دوتا خانم و صاحب کافه دارم میام بیرون. حواستو خوب جمع کن، ببین هوشنگ و قاسم چه عکس العملی از دیدن همدیگه نشون میدن، بهمون خبر بده. جناب عذرخواهی میکنم، چیز دیگه میل نداریم؟ یه قهوه تلخ. اصلا میفرستم خدمت. من احتمال میدم هوشنگ تو قتل عمش دست داشته. قاسم رو هم اون اجیر کرده که این کارو واسش بکنه. فقط چرا قاسم حرفی نزد؟ ما که عکس هوشنگ هم بهش نشون دادیم. یعنی انقدر بهش وفاداره که حاضر سرش بره بالای دار ولی پای اون وسط نیاد. تاجیک میگفت انگار نه انگار هم دیگر میشناسن. گفتم که منتظر کسیه. من که پاک گیج شدم. برم بیرون یه سر به تاجیک بزنم. ببخشید جای کسیه؟ میتونم اینجا بشینم؟ بفرمایید. راستش من یه حدسی زدم، میخواستم ببینم چقدر درسته. چه حدسی؟ شما باید یا جامعه شناس باشی یا نویسنده یا هم پلیس. چطور؟ آخه آدم ها رو خیلی دقیق نگاه میکنی، حساس، هدفمند، جستجوگر. تو فکر میکنی من کدومشم؟ بازیه؟ تو اول شروع کردی. پلیس. نگاه دقیقی داری. به خاطر اینکه منم آدم ها رو همینجوری نگاه میکنم. پلیسی؟ جامعه شناس؟ نویسنده؟ من فقط جلالم، کاره ای هم نیستم. پاتوق جلال همیشه همینجاست؟ آره، همیشه اونجاست. شما باید یا جامعه شناس باشی یا نویسنده یا هم پلیس. آخه آدم ها رو خیلی دقیق نگاه میکنی، حساس، هدفمند، جستجوگر. تو فکر میکنی من کدومشم؟ پلیس. بهش گفتم مرد حسابی، بذار پسرت بیاد اینجا کار کنه، اصلا بیاد تو ما بپلکه. بهتر از اینه که دور و بر شیشه و کراک بپلکه. بله نبایدم بپلکه. خانمان سوزه. بس میدونی خانمان سوزه. درسته؟ بله. درسته؟ بله میسوزونه. بچه برو جای دیگه بپلک.
وقتی دو تا آدم بزرگ با هم حرف میزنن نباید همینجوری دور و برش بپلکی. برو جای دیگه پلک. سلام. سلام. کافه تعطیله؟ با کافه کاری ندارم. با خودتون کار داشتم. با بنده؟ خصوصی. از رفقا عذر میخوام. ببخشید 5 دقیقه. بفرمایید. عطابک گفت این پسر هر روز میاد میشینه تو کافه و آدما رو نگاه میکنه. بعضی وقتا هم یه چیزایی مینویسه. نه با کسی کاری داره. نه با کسی حرفی میزنه. نه کسی هم درست حسابی میشناسدش. یعنی اصلا نمیشناسدش. میگفت جلال توی یه پانسیون معروف همون نزدیکا زندگی میکنه. نسرین برومندم دوست صمیمی توران، زن هوشنگ، اهل هنره، مجسمه ساز. همیشه با همه. اینطور که من فهمیدم همه تو اون کافه همدیگه رو میشناسن. اونجا پاتوق یه سری مشتری همیشگیه. مثل این پسره. تاجیک هم تماس گرفت گفت قاسم برگشته خونهشون. قربان. هوشنگ اومد رفت، جلال اومد قاسم رفت. چرا؟ جناب سرگرد حواستون به منه؟ این پسرم تحت نظر داشته باشید. سایه به سایه، سایه به سایه. بابا خوش اومدید. بالاخره خودتون و پای خودتون اومدین پیشم. واسش خودم میخواستم باهاتون تماس بگیرم. اتفاقی افتاده؟ اتفاق ندیدی؟ خوب خوب اینا چیه اینجا نوشتن؟ کیا نوشتن؟ مگه اونجا در و پیکر نداره؟ نمیگین اگه یه موقع بیاد سراغ من؟ میتونیم یه خورده خصوصی تر با هم صحبت کنیم. خصوصی؟ میرم آتولیه. با هم تماس بگیر. اون مجسمه هم تا عصر حاضر میشه. شب با توران میاریم برا. نگران نباش. تماس میگیرم. چه وسایل شیک و آنتیکی تو مغازه شما پیدا میشه؟ به نظر میرسه مشتری های شما بیشتر از طبقه مرفه جامعه باشن، بورژوا. ما آدم های معمولی که زورمون به این عتیقه ها نمیرسه. اینها مال آدم های مخصوصه. اختیار دنجام سرگو. شما هر کدومه که دوست دارین هم بفرمایین، میفرستم در خونه. حرفا چیه میزن؟ میتونم بپرسم اون خانم کی بوده؟ نسرین از دوستای توران، همسرمه. البته با ما هم همکاری میکنه. تو کار مجسمه است. چطور؟ هیچ. همینجوری خواستم بدونم. میشه منم بدونم تقریبا چه خبره؟ یعنی چی که قاتل فرار کرد؟ اصلا مگه کسی میتونه از زندون فرار کنه؟ فرار نکرده. یه خورده مریض احوال بود، مرخصش کردم. الان هم تحت نظره. جای نگرانی نیست. ولی تو روزنامه نوشته فرار کرده جناب سرگرد. ملاحظه بفرمایید. متهم گریخت. این خبر نادرسته که ما هنوز نمیدونیم از کجا آب خورده. پس با خیالم راحت باشه. تخت
تو قاتل رو میشناسی؟ من اون قاتل بی سرپا رو بشناسم؟ از کجا باید بشناسم؟ معلومه که نمیشناسم. جلالو چی؟ جلال دیگه کیه؟ جلال محتشم. تا حالا اسمشو نشنیدم. تو گفته بودی که مرحومه عظیمی به جز محتویات اون کیف جواهرات دیگه نداشته، درسته؟ عرض کردم خدمتت. من عمم رو زیاد نمیدیدم. هر چند ماه یه بار یه سری بهش میزدم. کار و زندگی دیگه. بعدم اصلا اهل معاشرت با فامیل نیستم. چی کار به جواهرات خانوما دارم؟ به اندازه خودم دارم که بخورم. بعدشم این سوال معنیش چیه وقتی پرونده مختوم است؟ مختوم است؟ نیست. مثل اینکه خیلی عجله داری. شما به اینجا نگاه نکن. من اوضاع کاریم زیاد خوب نیست. وضع مالی هم ندارم. دور و برم پر طلبکاره. بالاخره یه ارثیه‌ای که رسیده. شما بودی، عجله نداشتی؟ سلام. چرا اینقدر دیر کردی؟ ببخشید، بانک شلوغ بود. پول نقدم کم داشتم. موندم تا بشه 50 تا. اما بالاخره گرفتمش. باشه. برو بذار رو میز. چشا. به نظر میرسه اوضاع مالیتون زیاد هم بد نباشه. دو تا عتیق فروشی دارید. گردش حسابتون هم که خوب کار میکنه. ای آقا، کاش مال خودم بود. همه ی اون پولارم بعد دو دستی تقدیم کنم به طلبکارا. درست میشه. با خودم میبرم. صبح که از خونه میزنه بیرون، از همون پانسیون معروفه، یکم تو خیابونا قدم میزنه، یه دفعه شروع میکنه به دویدن و تو جمعیت گم میشه. دیگه هم پیداش نمیشه. مقدم میگفت انگار فهمیده بود کسی دنبالشه. باهوشه. مشکوکه. ببخشید جناب سرگرد، شما حتی برای شغلتون هم بیش از اندازه مشکوک هستین. مشکوک نیستین؟ تو کار ما همه چیز مشکوکه. مگر اینکه خلافش ثابت شه قربان. میدونم، یاد گرفتم. اما این پسر آخه سوء سابقه ای هم نداره. چه دلیلی داشت که دیروز اومد سر میز من نشست؟ جلال اومد پیش من نشست، قاسم رفت. قاسم هنوز از خونه بیرون نیومده. هیچ رفت آمد مشکوکی هم دیده نشده. تو سردبیر این روزنامه صحبت کن. ببین کی این خبر رو بهشون داده. بگو تو شماره فردام تکذیبش کنن. بله قربان. چی شده مقدم؟ ببخشید جناب سرگرد. سر و کله جلال پیدا شد. همین چند لحظه پیش رفت تو کافی شاپ. دستور چیه؟ میرم تو منتظر میمونم. نه خیلی قربان، یادم نمیره. من و شما هم دیگه رو نمیشناسیم. چشم. یادم رو گفته بودی که همیشه کنج میشینی. این قاعده هم از استثناء جدا نیست. بهتره بعضی روزا زاویه نگاهتون رو عوض کنین جناب سرهنگ. حالتون چطوره؟ سرگرد خوبم. وقتی یه پلیس ماهر و زبردست یه راست میاد کنار آدم، اونم توی همچین جایی، حتما یه معنی داره. خوشحالم دوباره میبینمتون. قهوه میخورین؟ وقتی یه جوان باهوش آدمو دعوت میکنه به یه قهوه، میشه گفت نه؟ راستش اومدم اینجا یه خورده با هم دیگه حرف بزنیم. اصولا از آدمایی که اهل بازی هستن خوشم میاد. جانم قربان، یه قهوه برای ایشون. تلخ. اصلا. خب حرف بزنیم. تو
هوشنگ عظیمی رو میشناسی؟ بهتره بگین کی اونو نمیشناسه. کی اونو نمیشناسه؟ همه اونو میشناسن، خانوما بیشتر. الان هم که داره با دومش گردو میشکنه. من هم اگه قرار بود این همه ارث به هم برسه آروم قرار نداشتم. خب آره طبیعیه. میبینی سرگرد؟ همش به خاطر پوله. هوشنگ پولدار تو رو میشناسه؟ من کاری به کار آدمو ندارم، نگاهشون میکنم اما مزاحمشون نمیشم. نه هوشنگ منو نمیشناسه. تو شغلت چیه؟ آها گفتی جلالی. حالا به جز جلال بودن شغل دیگه هم داری؟ من دانشجوی سابق روانشناسی بودم، یه اگاهی این ور اون ورم یه چیزایی می نویسم. ازش پول در میاری؟ بالاخره با کم و زیادش یه جوری کنار میاری. میدونم داری به چی فکر میکنی اما به هیچ جا نمیرسی. از اول مسیر رو اشتباه رفتی. من هیچ ربطی به این ماجرا ندارم، نه با هوشنگ ارتباط دارم، نه با زنش، نه با عمش، نه با کلفت عمش. بیام سرگرد، بوی جنایت فامیلی میاد. بفرمایید. امر دیگه ندارین؟ ممنون. با اجازت. تو اون شب کجا بودی؟ عادت دارین تو کافی شاپ بازجویی کنین؟ نه نه دارین فقط با هم حرف میزنیم، بازجویی نیست. خب من تو اتاقم خوابیده بودم، هیچ شاهدی هم تو اتاق خوابم ندارم. شما دارین وقت تو تلف میکنین، شاید دیگه جایگزینی برای مجرمی که آزادش کردین پیدا نکنین. به نظر میرسه که تو زیاد میدونی. خب منم روزنامه میخونم، البته نه مثل اون همکارتون که برای رد گم کردن فقط تیتر میخونه. اطلاعات دور و برمونه، تو روزنامه ها، تو چهره آدم ها، به خیلی جای دیگه، چیزای کوچیک و پیش پا افتاده. مهم جمع کردن اطلاعات درسته، بقیهش دیگه حدسیاته، فرضیه است. کار شما هم همینه دیگه نه؟ فکر کنم اینجا سیگار کشیدن قدغن باشه. من سیگار نمی کشم، ترک کردم، همین جوری هم ترک کردم. واقعا به نویسنده ها اینقدر پول میده؟ آره اگه نویسنده خوبی باشی بیشتر از این هم میدن. تو نویسنده خوبی هستی؟ نه من از اون بداشم. یه تیکه زمین از پدرم برام مونده بود، یکی دو ماه پیش فروختم، پولشو گذاشتم بانک. خب بله به ما مرس میرسه، البته نه به اندازه هوشنگ ولی میرسه. این موبایل نامه، این کپی سند، کد راهگیری. تو همیشه اینا همراهته؟ خب بله، یه آدم خونه به دوش آواره همیشه دارو ندارش همراه شه.
چرا زمین پدریت رو فروختی؟ فروختم پولشو بذارم بانک سودشو بگیرم. میبینیم که به ما نویسنده های بعد پولی نمیده. بله قربان. سریع استعلام اینا رو از بانک رو ثبت بگیر. چشم قربان. حالا چرا پولتو از حسابت ورداشتی؟ گفتم یه جایی رهن کنم از این دربدری و آوارگی خلاص شم. به خاطر این که دستگیرم نمی کنیم جناب سردار. تو بهم گفتی هوشنگ تو رو نمیشناسه. اما یه هوشنگ چطور؟ گفتم که من کوچکترین رابطه‌ای با این ماجرا ندارم. من هیچ جای این قصه نیستم. اون پیرزن ثروتمند که رباخار نبوده بوده؟ پس منم نمیتونم راسکولنیکوف باشم. من فقط اینجا میشینم و آدما رو نگاه میکنم. حرفاشون رو گوش میکنم، رفتارشون رو زیر نظر دارم. اینجا چند دسته آدم وجود داره. اونو ببینید. عطابکه. صاحب همین کافه، دست اولیه، سوپر میلیاردر، 10 برابر همه هوشنگ پول داره. ببین چطور لبخند میزنه و کلاشو برمیداره. یعنی من مردم دارم، ولی وقتی جلوش دلاراست میشن هز میکنه. اون بدبخت هم خبر ندارن که طرف روشونه اونا پا گذاشته تا به اینجا رسیده. اینطور آدم ها همیشه اون بالا ها. این قانون دنیا سرگرد. اون دخترها رو ببین، دانشجو هن. ساعت چنده؟ فکر کنم الان باید سر کلاس باشم، ولی خوب میدونم با کلاس رفتن های کلاس نمیشه. اینا طبقه وسطه، نه به نون شبشون محتاجم، نه مثل اون یکی نون بقیه رو آجر میکنم. اینا نونو به نرخ روز میخورن. خیلی دوست دارن یه روز با یه آدم پول دار ازدواج کنن. میگن خوشبختی رو نمیشه با پول خرید، ولی میشه، راحتم میشه. مثل آب خوردن عشق تو از چنگت در میارن. کافیه فقط براشون جواهر رو کنی. تو به جواهرات علاقه داری؟ نه. به نظر من جواهرات یه مش سنگه که دائم باید حمالیشون رو بکنی و مواظبشون باشی. اصلا خوشم نمیاد. حالا اونو نگاه کن. مثل من همیشه تنهاست. کارمند. خونش پایینه، با یه مادر علیل و یه پدر عملی. خیلی دوست داره از طبقش بکنه بیاد قاطی آدم حسابی ها، اما بلد نیست. نمیدونه آدم تا لحظه مرگ نمیتونه از طبقه اجتماعی جدا بشه. رمان می‌نویسه، اما تا حالا نتونسته واسه خودش ناشر پیدا کنه. این از اون نویسنده های بده. معمولی، مثل خیلی از آدم های معمولی اینجا. تا حالا 7-8 بار کتابشو بازنویسی کرده. الانم 9 بارشه. دوباره از اول، دوباره از اول. به نظر من شما بهتره دوباره شروع کنید. از صحنه جنایت. همه چی درسته قربان. داره بازی میکنه. ما هم باش بازی میکنیم. ازش خوشم میاد. کدایی به من داد که خیلی به درد من میخوره. کد؟ جنایت فامیلی. براتی هرچی مقاله جلال توی روزنامه، اینترنت، وبلاگ یا هر جای دیگه نوشته رو میخوام خیلی سریع. چشم. میخوام همه شونو بخونم.
جسد رو منتقل کنیم پزشکی قانونی. تیم بررسی صحنه جرم هم کارش انجام بده. خیلی سریع پرونده رو بزنیم رو میزنن. بسیار خوب. مشکوکه. به نظر مرگ مشکوکیه. میدونی اون از ارتفاع زیادی سقوط نکرده. پس کبودی صورتش، سیاهی دور لباش، هیچ کدوم نمیتونه طبیعی باشه. در حقیقت میخوام بگم که این مرگ میتونه دلیل دیگه غیر از سقوطم داشته باشه. لازم میدونم کالبوچه کافی بشه. خیلی خوب، با قاضی افضلی هماهنگ میکنم. خبرم کن. جسد هوشنگ منتقل کردم پزشکی قانونی قربان. رفتی دفتر روزنامه؟ رفتم. گفتن یه خبرنگاری تماس گرفته باهاشون این خبر رو داده. یه ناشناس. پیامگی تلفن مغازه های هوشنگ رو چک کنید. ببینید کیا باش در تماس بود. بانکم رفتم گردش حساب هوشنگ رو چک کردم. امروز 50 میلیون برداشت کرده. یه ناشناس. کجا قربان؟ کافه تهران. از محل وقوع جنایت میام. پس دوباره از اول شروع کردی. تو هیچ میدونی الان یه جسد دیگه اونجا افتاده. جسد؟ هوشنگ عظیمی. کی کشتش؟ شما؟ اونجا چی کار میکرد؟ موقع فرار از روی پشت بوم افتاد. خیلی اتفاقی. پس حقیقت داره که میگن همیشه مجرم به محل جنایت برمیگرده. تو اعتقاد داری که هوشنگ هم باشه کشته؟ خب اون یه همه معمولی نبود. یه همه پولدار، هوشنگ هم بدهکار. منم اگه جای اون بودم شاید همین کارو میکردم. شاید؟ نه. حتما. چیکار داری میکنی؟ میخوام از دوست خوبم عکس بگیرم. میدونستی نسرین صیغه هوشنگه؟ نزدیک یه ساله. قرار بوده با هوشنگ ازدواج کنه، البته بعد از اینکه هوشنگ زنشو طلاق بده. نسرین و هوشنگ؟ بله. هوشنگ و نسرین. بهترین دوست زنش. میدونی که ازدواج کردن خرج داره. تو عادت داری تو زندگی خصوصی مردم سرک بکشی؟ از آدم کشتن که بهتره. من سرک نمیکشم. ماجرای نسرین و هوشنگ و اینجا از هر کی بپرسی براتون تعریف میکنه. بالاخره هر مجرمی یه رد پای از خودش به جا میذاره. میدونین چند تا پرونده بدون مجرم تو دنیا هست؟ شر تو نهاد آدمه. طبیعت انسان غیر قابل تغییر. جناب سرگرد. مایوس کننده است. نه. آره. مایوس کننده است. تازه چی داری براتی؟ قاسم که هنوز تو خونه است. حالش هم خوب نیست. مادرش میگفت انگار سرما خورده. چند تا از مقاله های جلالم از اینترنت براتون پیدا کردم. روانشناسی شخصیت و اینجور چیز هست. من نکته خاصی تو نوشتهاش پیدا نکردم. میارم براتون. تا
تلفن مغازه هوشنگم چک کردیم، هیچ پیغام مشکوکی نبود. راستی قربان، این موضوعی از دیروز ذهنمو مشغول کرده. احتمال داره جلال همون آدمی باشه که واسم تو هزیناش میگفت. برای چی؟ باید بیای پیشم فوری. من یه فکری دارم. من دارم میرم. حواست کجاست؟ مهم نیست، برمیگرده کافی شاپ، تو هم برو همونجا، خبری شد خبرم کن. بله. سلام جناب سرگرد. توران عظیمی الان جلوی خونه عمه هوشنگه، میخواست بره تو، انگار نمیدونست در خونه مقتول پلم شده. داره با یه نفر تلفنی حرف میزنه، انگار میخواد برگرده. بله قربان، سوار ماشینش شد. دستور چیه؟ چشم ازش بر ندار. براتی با فاصله. اپراتور کاویا باز چی شده مقدم؟ ببخشید جناب سرگرد، هرچی دیوونه است میخوره به پست ما. جلال محتشم همین الان راست راست از جلو من رد شد، رفت تو کافی شاپ. بله قربان، منم فکر کنم داره بازیمون میده. چشم، سایه به سایه منتظرم.
معتقدی که مجرمان شناخته شده دنیا در اقلیتن؟ این یکی از مقاله های منه. خوندین؟ همه مجرمن، اما مجرم های پنهان. حتی خودشون هم نمیدونن. به خاطر همین عذاب وجدان ندارن. توران عظیمی چطور؟ گفتم که همه مجرمن. شناخته شده؟ توران یه مجرم بلقوه است. یه مجرم بلقوه پولدار. حالا چرا توران؟ همینجوری. توران یه زندگی انگلی داره. باید به یکی وابسته باشه. مجبوره. به به، شاهدم از غیب رسید. چه مجرم حلال زاده ای. دم سرگردی پیشنهاد خوب براتون دارم. به نظر من دفتر کارتون رو منتقل کنین همین کنج. تو اون آقایی که همراه توران عظیمی هست و میشناسی؟ نه، من از کجا بشناسم؟ ولی تو گفتی هر کسی که بیاد اینجا رو میشناسی. خب این یه مورد استثناست، طرف تازه وارده. همیشه موقعی که فکر میکنی کار تمومه، تازه میفهمی نه، هنوز کلی کار داری. بله جناب سرور. دو نفری که پشت سر من هستن تحت نظر باشن. چشم قربان. جان من این پلیسه. خب داشتیم راجع به موقعیت بشر در جامعه مجرم صحبت میکردیم. تا حالا اسنیک بازی کردیم؟ موقعیت شما درست مثل این ماره. هرچی جلوتر میره جا براش تنگتر میشه. ماجرا پیچیده تر میشه و کار سخت تر. تا اینکه تو هزار توی خودش گیر میفته و با خودش برخورد میکنه. سلام بابا. سلام. آتش قدرانه تجیب. باز میشم بابا. هوا سرد. بیشتر بابا باشه. حالا بابا اتحاد میشم. اومده. ممنون. الان حالش چطوره؟ ای یه کمی بهتره، ولی با هیچکی حرف نمیزنه، حتی خود من. افتاده گوشه اون اتاق، یا چشش به تلویزیونه یا پیش کفترها. خیلی عقل درست حسابی داشت پسر من که حالا اینطوری شده. از موقعی که از اون گل فروشی جوابش کردن یه طوری دیگه شده. جام سروان، پسرم خیلی تنهاست، مواظبش باش. نگران نباشید مادر جان، درست میشه. الان کجاست؟ اون ور حیات پیش کفتراست. جام سروان، پسرم تنهاست، مواظبش باش. از چی میترسی؟ مرد؟ میدونی اگر آدم کش معلوم نشه میکشنت؟ دارت میزنم، اون وقت میمیری. بمیری پرنده ها هم میمیرن. من میدونم تو قاتل نیستی، تو دلت اندازه یک کبوتره. پس بگو کی اون پیرزن رو کشته؟
میشناسی؟ میشناسیش؟ حرف بزن. خوب نگاش کن. همون کسیه که تو رو اجیر کرد؟ این همونی که جلو کافه منتظرش بودی؟ جلال؟ جلال اون رو کشته؟ حرف بزن. آره؟ جلال اون رو کشته؟ حرف بزن. حرف بزن. حرف نمیزن بزن. جلال اون رو کشته؟ آره؟ این رو ببینم. برای چی؟ عزیز من برای چی؟ گفتم برای چی؟ نمیرم برای چی؟ برای چی؟ سلام. خوش اومدی. سلام. سروان براتی هستم، معاون آقای کاویان. بله دیدمتون قبلا، ولی اسمتون رو نمیدونستم. به هر حال خوشوقتم. میتونم بشنم؟ خواهش میکنم. یه سوال بپرسم. سخت نباشه. دیگه که قراره تعقیبم کنه، حالا که اون دوستمون نیست. شما؟ شما از اولم تحت تعقیب نبودین. مورد توجه بودین. اونم مورد توجه آقای کاویان. راستش ماموریتمون تموم شد. یعنی چی؟ قاتل گرفتیم. چطوری؟ سخت شد دیگه. من که نمیتونم بگم قاتل کی بوده. اما اینی میدونم که هوش و ذکاوت شما خیلی به درد حل معمای پلیسی میخوره. آقای کاویان گفتن. تبریک میگم. آدرس خونه شونه. دادن که بدن به شما. گفتن خیلی مایلن که بریم ملاقاتشون. با اجازه.
بفرمایید. نه خوشم اومد. خونه خوشگلی داری. خدا رو شکر وضعیت هم که خوبه. چه با سلیقه. میبینم که به فیلم و سینما علاقه داری. من عاشق فیلم های پلیسی هم. اینو دیدی؟ شاهکاره. فکر نمی کردم به این زودی به دیدنم بیای. معلومه که به کار ما خیلی علاقه داری. دکوره خوشگله. راستش بیشتر از اونی که گفتی کنجکاو بودم ببینم معما رو چطوری حل کردی. داستان چی بوده؟ هر چی بود دیگه تموم شد، اما مهم کدهایی بود که تو به من دادی. خیلی به من کمک کرد، ممنون. کد؟ مثلا همون که جنایت فامیلی بوده. البته نه اونطور که تو تعریف کردی. قاتل فرزام سعیدی بوده. نمیشناسم. توران خوب میشناسدش، همونی که با توران اومده بودن کافه. همون پسر هیکلیه. آفرین. روابط خانوادگی خانواده عظیمی پیچیده تر از اونی بود که من فکرشم کردم. میبینی سرگرد، میبینی چه آدم هایی دورو برمون زندگی میکنن. درست عکس جهت. حالا این فرزام سعیدی کی بوده؟ خواستگار سابق توران. عجب. قرار بود وقتی که فرزام عمه هوشنگ رو به قتل میرسونه با هم ازدواج کنن، تو اینکه چند ساعت پیش بچه ها دستگیرش میکنن. چرا نمیشینی؟ آره دیدم تو کافه چی شد. اما اون چرا باید عمه هوشنگ رو بکشه؟ پول. اکثر جنایت‌ها به خاطر پوله. جنایت و مکافات داستایوفسکی رو خوندی؟ من عاشق راسکولنیکوف هستم. همزاد پنداری با مجرم. بهتون نمیاد سرگرد. اگر تو هم یه لحظه به این حقیقت فکر می‌کردی که شرایط می‌تونه از هر کسی قاتل بسازه، تو هم حتما همزاد پنداری می‌کردی. تو عصبی هستی؟ نه، چطور؟ زیاد پلک میزنی. تازه این نصف نقششون بوده که با کشتن هوشنگ کامل میشده، اما مرد بیچاره خودش میمیره و کار اونا رو راحت میکنه. شانسو میبینی سرگرد؟ بعضی وقتا اینطوری میاد سراغ آدم. با این شانس توران قرار بوده به آقا فرزامش برسه، آقا فرزام هم به پولای هوشنگ که از عمه جونش به ارث برده. از اونجایی که هوشنگ کس و کاری نداره، بنابراین تمام مال و اموالش میرسه به همسرش، یعنی توران. حالا پیدا کنید پرتغال فروش رو. چطوری فهمیدی قاتل اونه؟ توران همسر آیندش رو لو میده. دیروز یه سر میره خونه مقتول، اگر رد پایی چیزی باشه پاک کنه، غافل از اینکه تحت نظره. با این وجود فرزام هنوز اعتراف نکرده، اما ما ازش مدرک داریم. چه مدرکی؟ نه دیگه، داری زیادی میپرسی. ولی من از مظنون شما بودم جناب سرگرد، حق دارم بدونم. الانم که با هم رفیقیم. چند تیکه از جواهرات عمه خانم تو خونه فرزام پیدا شده. خودش میگه شب قتل اون اطراف بوده که جواهرات رو تو خیابون پیدا میکنه، اما مطمئنن هیچ دلیل قانع کنندهی به جز کشتن عمه هوشنگ نمیتونه داشته باشه. مگه جواهرات دست متهم قبلی شما نبوده؟ چرا؟ امرای قاسم بوده، اما به جز اون چند تیکه. یادت باشه که همیشه از مجرم یه رد پایی هست، اما این یکی دیگه
به شکل خیلی احمقانش. ولی به نظر من خیلی بعیده. درست همون شبی که فرزان رفته عمه هوشنگو بکشه، یه نفرم به قصد دزدی همون شب میاد تو همون خونه، اونم آدم دیوونهی مثل قاسم. آفرین، همینه که بوداره. قاسم کاملا بیگناهه. این فرزان بوده که میخواسته اون بیچاره رو گناهکار جلوه بده. ما رو هم گول بزنن که قد به قصد سرقت بوده. یعنی فرزان خودشون دوتا بیچاره رو کشته، که بعدش هم قاسم رو میفرسته به هوای سرقت. به نظرت این ماجرا یکم مبهم نیست؟ تو چرا پلیس نمیشی؟ تعارف رو بذاریم کنار. نه من تعارف نمی کنم، واقعا میگم شمع پلیسی خیلی خوبی داری. خب نگفتی چه مدرکی؟ فرزام توی هزینه‌هاش گفته که وقتی اون اطراف بوده یه نفر از خونه عمه هوشنگ اومده بیرون. ما باید بدونیم اون یه نفر کیه. منتظریم که مرخص بشه ببریمش چهره نگاری. گلوله خورده، الان تو بیمارستانه، باید صبر کرد. اول چای میخوری بعد مینویسی، یا اول مینویسی بعد چای میخوری؟
همه چیز از کاف تهران شروع شد. از وقتی که هوشنگ گوشه‌ای از کافه با اتابک خلوت کرده بود و با هم حرف می‌زدند. طبق معمول هوشنگ از گرفتاری و بدهکاری‌های فراوونش صحبت می‌کنه و به شوخی میگه حاضر 100 میلیون بده که یه نفر عمه پیر و پولدارش رو بکشه. همون لحظه جلال به طور اتفاقی از کنارشون رد میشه و این موضوع رو میشنوه. وسوسه به دست آوردن 100 میلیون ذهن جلال رو به خودش مشغول میکنه و همزمان با طراحی نقشه شومش تصمیم به اجرای اون میگیره. یکی دو روز هوشنگ رو زیر نظر میگیره تا بتونه در بهترین فرصت اولین قدم خودش رو برداره، تا اینکه در یک موقعیت مناسب طوری که هیچ کس متوجهش نشه یادداشتی رو روی میز هوشنگ میذاره که در اون نوشته بوده با 100 میلیون موافقم، آدرس و تمام اطلاعات لازم رو توی کاغذ بنویس و هفته بعد همین موقع بذار پشت آینه توالت کافی شاپ. هوشنگ غافلگیر میشه چون در ابتدا هیچ قصدی جز شوخی از گفتن اون حرف نداشته، اما توی یه هفته ای که فرصت تصمیم گیری داشته به این نتیجه میرسه که پیشنهاد جلال فکر بدی هم نیست. صاحب دارایی عمش میشه بدون اینکه خودش شخصا اونو به قتل برسونه. بنابراین همه اون اطلاعاتی که جلال ازش خواسته بود رو توی کاغذ مینویسه و دقیقاً یک هفته بعد اون رو همون جایی که بهش گفته شده بود جاسازی میکنه. اطلاعاتی از قبیل آدرس، نقشه خونه مقتول و اینکه عمش اصولاً چطور زندگی میکنه. اونی که باهاش زندگی میکنه کیه؟ چند سالشه؟ و هر کدوم شبها تو کدوم اتاق و چه ساعتی استراحت میکنه؟ در واقع جلال بر اساس این اطلاعات ساعت و چگونگی نقشه قتل رو طراحی میکنه. من عاشق نسرین بودم. حدود 3 سال پیش قرار بود با هم ازدواج کنیم. اوایل نامزدیمون همه چیز خوب بود، اما شرایط نگاه نسرین رو عوض کرد. من هیچ وقت وضع مالی خوبی نداشتم. هرچی هم سعی کردم این وضعیت رو تغییر بدم نتونستم. نسرین هم نتونست تحمل کنه و رابطه‌شو با من به هم زد. اون نمیخواست زن آدمی بشه که هیچی تو زندگیش نداره. اون همیشه زندگی و رابطه با آدم حسابی ها رو دوست داشت. آدم حسابی هم از نظر اون یعنی پولدار، طبقه مرفه. خیلی دلش میخواست یه زندگی مثل دوست قدیمیش توران عظیمی داشته باشه. تورانی که در حقیقت هیچ دل خوشی از زندگیش نداشت و کینش نسبت به همسرش هم روز به روز بیشتر میشد. نسرین برومن با این کارش ضربه عاطفی عمیقی به جلال میزنه و به بدترین شکل تحقیرش میکنه. اون رو کاملا نادیده میگیره، طوری که انگار اصلا جلالی توی زندگیش وجود نداشته. این تجربه تلخ به جلال که خودش رو موجود شکست خورده‌ای میدونه یاد میده که در این زمانه پول یعنی فلسفه وجودی. این ماجرا باعث میشه تا جلال کینه آدمهایی از طبقه هوشنگ رو به دل بگیره، تا روزی که اون حرف‌ها رو میشنوه و تصمیم میگیره از هوشنگ به عنوان نماینده اون دست آدم‌ها انتقام بگیره. این موضوع انگیزه اصلی جلال بوده. برای اجرای نقشم باید یکی رو پیدا میکردم. قاسم همونی بود که میخواستم. مدت‌ها بود زیر نظرش داشتم. توی گل فروشی نزدیک کافی شاپ پادویی میکرد. مواقع بیکاری هم اون اطراف واسه خودش میچرد. بهترین مورد بود. یه آدم ساده خیال باف با ضریب هوشی پایین. یه آدم از طبقه فقیر جامعه که مثل خیلی ها دلش میخواست پولدار باشه و از این بدبختی نجات پیدا کنه. خلاصه یه آدم ضعیف و کاملا بیدفاع. کم کم بهش نزدیک شدم و خیلی زود اعتمادش رو به خودم جلب کردم. آدم خیلی تنهایی بود. با مادر پیرش خارج از تهران زندگی میکرد. یه روز بهش گفتم میخوای پولدار بشی قاسم؟ اونم یه شبه. یه خونه سراغ دارم که پر از جواهره. صابخونم رفته سفر و هیچ مزاحمی نیست. گفتم میدونی اگه اون جواهراتو بفروشی چه پولی گیرت میاد؟ کاملا تحت سلطه من بود. به هم میگفت مهندس. بدبخت خیلی راحت قبول کرد. راحت تر از اونی که فکرشو میکرد.
جلال طبق یک برنامه ریزی دقیق و یک نقشه حساب شده نیمه های شب وارد خونه مقتول میشه و دست به اون جنایت میزه. بعد از کشتن پیرزن و خدمتکارش، جلال جواهرات اون خونه رو کنار جسد میذاره و بدون اینکه انگار اتفاقی افتاده باشه سراغ قاسمی میاد که از قبل سر خیابون باهاش قرار گذاشته بود. بهش آدرس میده و میگه ساک جواهرات توی اتاق خواب کنار تخته و اونو میفرسته تو. عینکش رو هم به بهونه اینکه یه وقت جلو دست و پاشو نگیره از صورتش بر میداره تا قاسم دیده درستی نداشته باشه. قاسم بی خبر از همه جا سراغ ساک جواهرات میره که با خوردن دستش به جسد پیرزن آروم آروم متوجه صحنه وحشتناکی میشه که هیچ درکی از اون نداره. خون. قاسم که شوکه شده با کیف جواهرات از خونه میزنه بیرون و برمیگرده سر قرارش با جلال. جلال با دیدن لکه های خون روی لباس قاسم بدون هیچ مقدمه اون رو مورد مؤاخذه قرار میده و با عصبانیت میگه قرارشون فقط دزدی جواهرات بود نه آدم کشی. بهش میگه اون مقصره و خودش تو این ماجرا نقشی نداره، هیچ سهمی هم از جواهرات نمیخواد. جلال اونو تهدید میکنه که اگه حرفی و اسمی ازش به میون بیاد مادرشو اذیت میکنه. این در حالی بوده که قاسم حتی اسم جلال رو هم نمیدونسته، نه اسمش، نه آدرس خونش و نه هیچ چیز دیگه. از همون اول یه نکته در گزارش دکتر خطیبی ذهنمو مشغول کرده بود، اونم این که قاتل هنگام ارتکاب جرم جلوی دهن مقتول رو گرفته بوده تا صداش رو خفه کنه و این در حالی بود که هیچ اثر انگشتی روی صورت خانم عظیمی کشف نشده بود. این برای من یعنی وجود شخص دیگری به جز قاسم. قاسم روز بعد از آزادیش به کافه تهران میاد تا جلال رو ببینه. تنها رابطش با ماجرا اون بوده، تنها کسی که میتونسته باهاش حرف بزنه. شاید هم میخواسته یه جوری انتقام بگیره، نمیدونم. اما توی کافه نمیاد. اصلا اون روز اجازه ندادن وارد کافه بشه چون متعلق به اون دنیا و آدماش نبود. جلال قاسم رو که میبینه شک میکنه چرا اون اینجاست. اطرافش دنبال پلیس میگرده و به ما شک میکنه. چهره تازه ما براش غریبه است. اون روز تو کافه وقتی هوشنگ با دیدن ما جا خورد شک جلال تبدیل به یقین میشه. حالا باید کاری کنه که قاسم بهش نزدیک نشه، چون پلیس نباید متوجه رابطه اونا با هم میشد. پس توی فرصت مناسب بلند میشه و میاد کنار من میشینه. قاسمم که من رو میشناسه با دیدن این صحنه از ترس اینکه مبادا یه وقت جلال اونو دوباره به پلیس لو بده از محل متواری میشه. از اون روز فهمیدم که پرونده شکل تازه‌ای به خودش گرفته و انگار داره ماجرا بیخ پیدا میکنه. من میدونستم مولای درز نقشم نمیره، برای همین ترسی هم نداشتم. راستش واسه آدمی مثل من که سرطان خون داره دیگه براش فرق نداره چند سال زودتر بمیره. پس با شما هم وارد بازی شدم. اولین کارم تماس با دفتر روزنامه‌ای بود که خبر فرار قاسمو از زندان چاپ کرد. یه آشنای قدیمی این کارو برام انجام داد به عنوان یه ناشناس. فردای اون روز باید از یه تلفن عمومی به هوشنگ زنگ می‌زدم.
اما میدونستم تحت تعقیب مأمور مخفیتون هستم. پس باید فرار میکردم. با هوشنگ که تماس گرفتم گفتم من همون قاتلی هستم که عمشو کشته. همون که 100 میلیون ازت گرفته. یه نشونیایی بهش دادم و گفتم اگه میخوای مطمئن تر بشی خبر تو فلان روزنامه رو بخون. بیچاره. وحشتشو احساس میکردم. بهش گفتم همون کاغذی که آدرس و بقیه اطلاعاتی رو که برام نوشته بوده یه جایی توی خونه عمت جا گذاشتم. گفتم خودش بهتر میدونه اگه اون کاغذ دست پلیس بیفته چه اتفاقی براش میفته. دقیقا همون روز منو هم ترغیب میکنه که باید از اول شروع کنم. از صحنه جنایت. اون طوری نقشه خودش رو طراحی کرده بود تا اون شب ما با هم روبرو بشیم. این شکلی هوشنگی که تا به حال حتی یه بارم جلال رو ندیده بود به عنوان مجرم و متهم تازه این پرونده دستگیر میشد. چون در واقع هیچ توجیهی برای حضورش در اون خونه نمیتونست داشته باشه جز این که دستش تو کاره. این آدم قرار بود سرگرمی تازه‌ای برای ما بشه که به طور اتفاقی از بلندی سقوط میکنه و میمیره. تو این بازی احساس میکردم هر طور شده باید من برنده بشم. وقتی خبر مرگ هوشنگو بهم دادی به خودم گفتم نباید کم بیارم. به این فکر افتادم که دوباره گمراهتون کنم. رفتم سراغ مهره دیگه‌ای که میخواستم به طور مشکوکی وارد این ماجرا بشه. توران عظیمی که از نظر شما میتونست یکی از مظنونین تازه این پرونده باشه. اون روز باید از دست مأمورتون فرار میکردم تا از یه تلفن عمومی باهاش تماس بگیرم. صدامو عوض کرده بودم. بهش گفتم شوهرش قاتله. به اون نشونی که شب آخرم رفته بود خونه عمش که اگه ردپایی ازش مونده باشه رو از بین ببره. اولش باورم نمیکرد. اما وقتی فهمید که من هوشنگو خوب میشناسم بالاخره متقاعد شد که باید بره اونجا تا ردپای شوهرش رو خودش از بین ببره. این تنها راهی بود که میتونست آبروشو حفظ کنه. گفتم اگه میخوای وارث هوشنگ باشی نباید پلیس بفهمه که شوهرش قاتله. میدونستم میره. چون وقتی پای اون همه ارث وسط میاد آدمی مثل اون برای به دست آوردنش هر کاری میکنه. من دیگه تقریبا مطمئن شده بودم که قاتل همون جوون باهوشیه که خودش از اول سرنخ رو به من داد. کدهایی که برای رسیدن به جواب سوال این معما خیلی کمکمون کرد. احساس میکردم قاتل خودشه اما هیچ سند و مدرکی از اون نداشتیم. من حتی عکس جلال رو هم به قاسم نشون دادم که هیچ نتیجه نداشت. همون شب سناریوی فرزام سعیدی رو تو ذهنم طراحی کردم تا این بار من بازی رو تو دستم بگیرم. در این ماجرا خانم عظیمی نقش خیلی مهمی داشت. همکاری با ما اونم در اون شرایط روحی براش سخت و غیر قابل اجرا بود. ما فرزام سعیدی رو به عنوان خواستگار سابق توران وارد این داستان کردیم و تونستیم جلال رو فریبش بدیم. فکرشو نمی کردم اینطوری رو دست بخورم. اگه اون روز بعد از دستگیری فرزام سعیدی من کنجکاو نشده بودم و خونت نمی اومدم شاید الان اینجا نبودم. تصور می کردم برنده شدم و خوشحال بودم از این که تو شکست خوردی. واسه همین داستان جلی شما رو باور کردم و رفتم سراغش. اما انگار این بازی اونقدر پیچیده شده بود که راهی جز باخت نداشتم. همیشه همینطوری بوده. لحظه که فکر میکنی کار تمومه تازه متوجه میشی هنوز کلی کار داری. بله خطیبی هستم. کالبوچه کافی هوشنگ مسمومیت شدیدی رو نشون میده. یه زهر خیلی مهلک که بین 8 تا 10 ساعت قبل از سقوط وارد بدنش شده. یعنی اگه از بلندی هم نمی افتاد زهر حتما اونو می کشت. کاویان جریان چیه؟ یه سوء قصد دیگه؟ Thank you.
برای چی مرد؟ آخه این چرا مرد؟ گریه نکن مرد، در دفعه گفتم گریه نکن. بریم قربان. تو برو اداره. تنها برم؟ میخوام یه خورده فکر کنم. فکر کنین؟ به چی فکر کنین؟ به مجرمان شناخته نشده ی دنیا.